نام خدا خالق هر اثر، پدید آور وحی و شعر و هنر. به یاری اهورامزدا با درود و عرض خیر مقدم خدمت شما بینندگان گرامی، از همراهی شما در برپایی جشنواره موسیقی زرتشتیان سراسر دنیا صمیمانه سپاسگزاریم. خرسندیم که برای 21مین سال متوالی می توانیم دفتر جشنواره موسیقی را در کنار شما بزرگواران ورق بزنیم و برای نخستین بار به صورت مجازی همراه شما شاهد هنرنمایی نوازندگان زرتشتی از سراسر دنیا باشیم. همراهی گرم و صمیمانه شماست که دستانی خلاق و سازنده را گرد یکدیگر آورده تا هر آنچه از فکر و احساسشان سرچشمه می‌گیرد را بنوازند. در ابتدا از خانم‌ها پریسا رایومند و ویستا رایومند جهت خواندن سروده‌های اندیشه برانگیز گادها به سبکی متفاوت دعوت می‌کنم. آغازگر این برنامه بودند. موسیقی به جهان روح، به ذهن بال، به تخیل پرواز و به هر چیزی زندگی می‌بخشد. موسیقی شما را به ابعاد دیگری می‌برد که دیگران درک نمی‌کنند. و امسال مفتخریم تا برای نخستین بار میزبان نوازندگان خارج از کشور نیز باشیم و شاهد هنرمندی نوازندگان زرتشتی، این سرمایه های جامعه ایمان به صورت مجازی باشیم. روند جشنواره امسال به این صورت است که در بخش رقابتی داوران محترم جشنواره موسیقی ویدیوهای ارسال شده توسط نوازندگان را داوری می کنند و شما بینندگان عزیز می توانید ویدیوهای ارسالی نوازندگان را در طول هفته آتی در صفحه اینستاگرام کانون دانشیان زرتشتی مشاهده کنید. علاوه بر آن در این هفته برنامه‌های ویژه‌ای نیز مختص به موسیقی در نظر گرفته ایم. امیدواریم که مورد رضایت شما عزیزان علاقه‌مند به موسیقی قرار گیرد. در پایان در برنامه اختتامیه جشنواره موسیقی برگزیدگان انتخاب شده توسط داوران گرامی اعلام می شوند. حال از جناب آقای شهاب فرهادیان دبیر محترم کانون دانشجویان زرتشتی دعوت می کنیم تا برای بیان سخنان خود تشریف فرما شوند. درود شب بخیر خدمت همه همکیشان عزیز. امیدوارم که حال همگی خوب باشه.
به 21مین جشنواره موسیقی زرتشتیان رسیدیم، اما بدون حضور شما، چون متاسفانه این برنامه هم نتونست از زیر دست ویروس کرونا قصر در بره. اما ویروس کرونا یک نکته‌ای که داشت باعث شد تا جشنواره موسیقی زرتشتیان سراسر کشور به جشنواره موسیقیان زرتشتیان سراسر دنیا تبدیل بشه و ما از خارج شرکت کننده هایی داشته باشیم. از شرکت کننده های خارج کشور و داخل کشور که ما را همیاری کردن بسیار سپاسگزارم. نمیدونم کرونا تا کی موندگاری داره، اما امیدوارم بتونیم تا در جشنواره موسیقی سال آینده شما عزیزان رو کنار خودمون ببینیم و حضوری برنامه رو برگزار کنیم. بسیار سپاسگزارم از شرکت کننده ها و داورانی که ما رو همراهی کردن و شما عزیزان که با دنبال کردن برنامه موجب دلگرمی ما هستیم. حتما جشنواره موسیقی رو از اینستاگرام کانال دانشجویان زرتشتی و اخبار مربوطه به این برنامه رو از تارنمای رسمی کانال دانشجویان زرتشتی و کانال تلگرامی ما دنبال کنید. امیدوارم که همگی شاد و تندرست باشین. بدرود. با تشکر از اساتید محترم آقایان دکتر محمد سریر، استاد کیوان ساکت و استاد فرود خاموشیان که ما را در این برنامه همراهی میکنند. من از 9 سالگی شروع کردم به تعلیم گرفتن موسیقی و خب این بسیار مشکلم بود به خاطر اینکه اولا که یه سفری من باید میرفتم موقع در شمران میشستیم و این رفت آمد خودش مقوله بود، یعنی وسایل نقلیه به این شکل که الان هست نبود، رفت آمد سخت بود، ولی خب من باید درسم هم میخوندم حتما این دوتا با هم به طور همزمان بود. و خب ادامه دادم و بعدا سازهای مختلفی رو کار کردم از جمله ویولون و پیانو که بعدا وقتی دیپلم گرفتم دانشگاه تهران رشته موسیقی باز کرده بود، اولین سالی بود که این افتتاح شده بود برای این رشته. خب رفتم امتحان دادم و قبول شدم و در این حالی که رشته دیگری که رشته ریاضی بود بودم خوندم اون رو هم ادامه دادم و در حقیقت همزمان با هم این ادامه پیدا کرد. و خب البته کار سختی هم هست، موسیقی یک امریست که شما وقت آزاد واقعا ندارید، کسایی که به طور حرفه‌ای کار میکنن و در این حال رشته های دیگر همینطور که باید درس رو بخونن بیشتر به فرصتشون برای درس باشه، ولی خب به هر حال تونستم ادامه بدم و بعد خب به دانشگاه تهران رفتم برای اون رشته تحصیل دیگر، ولی در این حال هم رشته موسیقی رو در دانشگاه تهران خوندم و بعدم رفتم به آکادمی ویه و اونجا رشته آهنگسازی خوندم و در حقیقت اینا همش خب یه زمانهای زیادی طول کشید تا من تونستم این رشته رو بخونم. در ایران هم خب فعالیت های در هر دو حوزه داشتم، هم کار میکردم در رشته خودم و هم اینکه موسیقی رو فعال بودم در یک کار آهنگسازی که خونده بودم. و اتفاقا تو این سالهای اخیر که یه مقدار از فارغ شدم از کار دیگر یه مقدار بیشتر به این میاندیشم، اگرچه دیگه حالا انرژی زیادی مثل گذشته نیست، ولی در این حال هم بیشتر میتونم درس بدم و بیشتر میتونم تو این زمینه فکر کنم و کار کنم. موسیقی به نظر من یه پشتوانه مهمی است برای هر کسی که بتواند حالا در هر حدی بتونه در این زمینه کار بکنه و یک پشتوانه است برای پیشرفت و تجدید قوا برای هر نوع کاری یا کار یا تحصیلی. این رو من برای خیلی جوان ها توصیه کردم که حتما در یه رشته هنری، حالا موسیقی هم یکی از رشته ها هست، بتونن در حال ادامه بدن و میتواند زندگیشون رو خیلی بهتر بکنه و تصمیماتشون رو خیلی مشخص‌تر بکنه و پیشرفتشون هم بیشتر. درود و مهر به همه فرهیخته نازنین هموطنانم، همه شیفتگان هنر و فرهنگ و خونیای ایرانی و موسیقی خوب همه دنیا، و درود بر همه هموطنان
زرتشتی آینم. خوشحالم و بر خود میبالم که امسال در 20 سالگرد جشنواره موسیقی زرتشتیان مقیم ایران به عنوان داور انجام وظیفه میکنم. آرزو دارم که هر سال بیشتر از سالهای پیش این هنرمندان جوان بارور و بالنده تر بشن و بتوانند در عرصه‌های موسیقی و هنر جهان به نمایندگی از جامعه زرتشتیان ایران بدرخشند و هر کاری که لازم باشه برای پیشرفت این سرمایه‌های وطن من به نوبه خود از اون دریغ نخواهم کرد. پیشنهاداتی هم من به دوستان دبیرخانه و برگزار کننده دادم که برای بالنده تر شدن این سرمایه های جامعه زرتشتی و این نور چشمی ها و این نازنینان می توانید از آموزش های استادان بزرگ این مرز و بوم استفاده کنید و فراموش نکنید که در پناه. با درود، من فرود خاموشیان هستم، نوازنده تنبور، ستار و عود، متولد صحنه کرمانشاه. از دوران بچگی تنبور رو شروع کردم، با اساتید مختلف مقام‌های تنبور رو کار کردم. برجسته ترین این اساتید استاد سید خلیل عالی نژاد بودن که سالها از محضر ایشون کسب فیض کردم. ستار رو هم با خود ایشون کار کردم و بعد از اون در خدمت استاد محمدرضا ابراهیمی بودم برای یاد گرفتن ردیف‌ها به صورت به اصطلاح تحلیلی و بعد از اون هم در دانشگاه موسیقی با استاد محمد فیروزی عود رو کار کردم و از ایشون خیلی بهره بردم و از حدود 25 6 سال قبل تمرکز من همیشه روی تدریس بوده و در آموزشگاه های مختلف موسیقی مشغول تدریس بودم و هستم. زیبایی واقعی موسیقی در این است که آدم ها را به هم وصل می کنند. موسیقی پیامی دارد و موسیقیدان ها پیام آورش هستند. در ادامه به معرفی تعدادی از نوازندگان این دوره از جشنواره موسیقی می پردازم. به یاری اهورامزدا، من آرتمیس سباستانی هستم، 10 ساله از تهران. میخوام قطعه بابا به جان رو با سنتور براتون اجرا کنم. با درود، من سپهر خدادادی هستم، 14 سالمه از تهران. حدود 6 ساله با استاد سعید ثابت سنتور کار میکنم و تو این جشنواره قصد دارم قطعه های مخالف و سمیزروب مخالف از دستگاه سگاه را براتون بزنم. درود، بیتا خداداد کوچکی هستم، 17 ساله از کرمان و نوازنده پیانو و خواننده گروه هستم. درود، من بهنیا بزرگیچم هستم، 11 ساله از تهران، هنرجوی استاد شیما شامامدی هستم و رته‌ای که براتون میزنم نوایی هست. درود، من امیان باوفا هستم، 11 ساله است که من میخواستم آتی دویتور از ایوان رو براتون اجرا کنم. درود، من امیان باوفا هستم، 11 ساله از کرمان، میخواستم قطعه بوره از یوهان سباستین باخ رو برای شما عزیزان اجرا کنم. به یاری اهورامزدا، رایان مهربانی هستم، 16 ساله از تهران، میخوام براتون آهنگ کنسرتو این ماینر رو از ویوالدی براتون اجرا کنم. بیاری اهورامزدا، فروزان ایرجی هستم، میخوام براتون قطعه لاگریما اثر فرانسیسکو تارگا رو اجرا کنم. درود، عشا بزرگی هستم، 10 ساله از تهران، نوازنده تنبک، نام قطعم هم اموزنجیر بافه و مرغ سحر. با درود، رایتی بهبینان هستم، 22 ساله، نوازنده ویالون از تورنتو کانادا. با درود، رادمان بهبینان هستم، 12 ساله، نوازنده پیانو
از تورنتو کانادا. نام قطعه رقص بهار، اثری از استاد شهرداد روحانی. به یاری اهورامزدا، مهران آتشبند هستم، 19 ساله از کرمان، نوازنده ساز پیانو. منم آریا برزن قیبی هستم، 29 ساله از شهر کرمان، نوازنده ساز ملودیکا. بیاری اهورامزدا، با گروه موسیقی باران در خدمتتون هستیم با اجرای قطعات حریق سبز و رولینگ این دی. من آریا برزن قیبی هستم، 29 ساله از شهر کرمان، سرپرست گروه و نوازنده ساز ملودیکا و درامز. درود، پویان آبادیان هستم، 25 ساله از کرمان، نوازنده گیتار. درود، کیا مابدشاهی هستم، 18 ساله از کرمان، نوازنده سازهای کوبه. درود، بیتا خداداد کوچکی هستم، 17 ساله از کرمان و نوازنده پیانو و خواننده گروه هستم. در اینجا جایی داره درباره بخش‌های مختلف جشنواره موسیقی توضیح مختصری ارائه دهیم. امسال جشنواره موسیقی به دو رشته موسیقی سنتی و کلاسیک تقسیم شده است. در هر کدام از این رشته ها مقام های اول تا سوم از بخش رقابتی انتخاب می شوند. تکنواز و گروهی که در جشنواره گذشته مقام نخست را کسب کردند در بخش رقابتی شرکت داده نمی شوند و در صورت تمایل باید در بخش جنبی شرکت. در واقع این نوازندگان به عنوان میهمان جشنواره و برای بالا بردن انگیزه شرکت کنندگان جشنواره حضور می‌یابند. علاوه بر آن بخش غیر رقابتی برای تشویق نوازندگانی که به تازگی این هنر را آغاز نمودند می‌باشند. زندگی برای زنده هاست، مرگ برای مردگان است. بگذار زندگی مانند موسیقی باشد و مرگ یک نوت ناگفته. حال به معرفی جمعی دیگر از نوازندگان می‌پردازیم. وقت بخیر، من مانچان امیرانیان هستم، 13 ساله از تهران و نام معلمم سرکار خانم فرخانی هست و قطعه باران عشق رو به صورت تک نوازی با پیانو براتون اجرا کردم. درود، آرتین پلاعتی هستم، 8 ساله از تهران، استادم جناب آقای منتظری. 5 قطعه آماده کردم به ترتیب: 1. قطعه از دوران باروک منوئت باخ. 2. قطعه از دوران کلاسیک لیتل سرنادای هایدن. 3. قطعه از دوران رومانتیک د والت ورسمن شوبرت. 4. 2 قطعه از دوران معاصر به نام های لاو استوری و روم و جولیت. 1 قطعه چارلی چاپلین و پاتومت. 1 قطعه. به نام خدا. درود بر شما، فروزان فیروزان هستم، 20 ساله از کرمان. خیلی خوشحالم که امسال در این جشنواره شرکت میکنم و قطعات کانون ایندی اثر یوهان پاخبل و نوکتورن اپوس 9 شماره 2 اثر شوپن را اجرا خواهم کرد. با سپاس. به یاری اهورامزدا، شکیلا شهریاری هستم، 24 ساله از کرمان، به همراهی نوازندگی آقای الهامی. درود بر همگی، من سپنتو رستم فرودی هستم، 12 ساله از تهران و میخوام قطعه شاداب رو که با راهنمایی استاد خودم آقای مسعود حبیبی تنظیم کردم براتون اجرا کنم. درود بر همگی، من آریا رستم فرودی هستم، 10 ساله از تهران، نوازنده تنبک. میخوام قطعه طرب انگیز را به یاد استاد تهرانی براتون بنوازم. این قطعه رو خودم تنظیم کردم، از راهنمایی های استاد خودم استاد آرش فرنگفر هم تشکر میکنم. به نام خدا، دانیا خدایی هستم، مرجوی آقای اشکان مرادی، 15 ساله از تهران. درود، من راز هایرانی هستم، 12 سالمه، در شهر تهران زندگی میکنم، قطعه رنگ دشتی رو میزنم، هنرجوی سرکار خانم حنان سعیدی هستم. درود و وقت بخیر، من آریانا نجمی هستم، 18 سالمه از یز و نوازنده ویولون. قطعاتی که میخوام در آواز بیت ترک اجرا کنم شامل پیش درآمد اثر علی نقی وزیری، تصنیف دل و دین و رنگ اثر استاد موسی معروفی. امیدوارم که مورد پسندتون واقع بشه. درود، من پارسا سلامتی پور هستم، 17 سالمه،
آهنگی که میخوام بزنم سونات سوم باخ در دو ماژور قسمت آلگرو اسایی هست. درود، من کسی سلامتی بور هستم، 12 ساله از تهران، میخوام قطعه لیبرتانگو رو بزنم. با آرزوی موفقیت برای این عزیزان. و اما آغاز میکنیم 21مین جشنواره موسیقی زرتشتیان سراسر دنیا را. ما هموندان کانون دانشجویان زرتشتی ماهاست که در پی تلاش برای برگزاری این دوره از جشنواره موسیقی هستیم و هر ساله امیدواریم بتوانیم بستری مناسب برای شکوفایی و رشد نوازندگان، خوانندگان و حتی آهنگسازان همکیشمان را در سراسر دنیا فراهم آوریم. امید است که هنرمندان عزیزمان نیز ما را همانند همیشه از حضور گرانقدرشان بهره‌مند ساخته در پیچ و خم این مسیر تا رسیدن به موفقیت همراهمان باشند و ما را از کم و کاستی ها آگاه کنند، زیرا هر آن چیزی که از این مسیر ما خواست داریم فقط و فقط درخشیدن نام آنها در بالاترین جایگاه های موفقیت است. همچنین می فشاریم دستان حمایتگر شما را که همواره یاریگرمان است. و آنجا که کلام باز می ماند موسیقی آغاز می شود. شب بر همگی شما بزرگواران خوش.